میدان تصادم قدرت ها و چندین گروه های هراس افغان با دیدگاه ها و دورنماهای متفاوت. افغانستان آسیب پذیر از این ناحیه، نه تنها که ناامن است، بل درب اقتصادیش را نیز این چالش بسته است. نشست همکاری های سیاسی و اقتصادی میان افغانستان، کشورهای آسیایی میانه به شمول هند و پاکستان در اینجا. اما باز هم تندروی و افرادگرایی در منطقه باعث چالش ها در این زمینه شده است. افغانستان در اینجا از کشورهای منطقه درخواست مبارزه مشترک در برابر تندروی دارد و از خطر آن به تمامی منطقه هشدار می دهد. Terrorism stemming from different militant groups. These are groups that range all the way from Al-Qaeda, Daesh و دیگر گروه‌های هراس افغان از کشورهای منطقه به افغانستان می‌آیند. ما این گروه‌ها را خلق نکردیم، بل وارد شده تا تخریبمان کنند. ما به مبارزه منطقه در برابر تندروی نیاز داریم تا در برابر خطرات مبارزه شود، در غیر آن مشترکاً ضرر خواهیم دید. رئیس انستیتوت شرق و غرب نیز می افزاید همکاری منطقه‌ای تنها راه ثبات و به حاشیه کشیدن هراس افغانان است. ما باید بتوانیم با بیرون شدن قوای ناتو از افغانستان دستاوردها را حفظ کنیم و نباید به چالش کشیده شویم. بر ماست که یکجا کار کنیم تا افغانستان و کشورهای منطقه با ثبات شوند و طالبان با حاشیه کشیده شوند. معین سیاسی وزارت خارجه کشور بدین باور است که رشد اقتصادی افغانستان همواره زیر سایه برخوردهای سیاسی با همسایه ها بوده و این برخوردها روابط اقتصادی را با چالش روبرو ساخته است. مسائل سیاسی صد راه پیشرفت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان قرار گرفته و اما افغانستان هر دروازه ای را باز گذاشته تا به وسیله مصالحت چالش ها برداشته شوند. Conflict that is between Afghanistan and Pakistan. Afghanistan will play a vital role in. افغانستان می تواند از بازیکنان کلیدی در رشد اقتصادی منطقه باشد. اگر با کشورهای منطقه رابطه اقتصادی و ترانزیتی داشته باشیم، ما می توانیم به هدفمان دست یابیم. And custom regulations. با این همه باورها بر این است که روابط تنگاتنگ اقتصادی میان کشورهای منطقه به ویژه همسایه ها با افغانستان می تواند از میزان ناامنی و افرادگرایی در کشور و منطقه بگاهد و در عوض اقتصاد رشد کند.